با سلام به شما بینندگان عزیز و دانشجویان خوب دانشگاه مجازی ویند، قسمت هفتم از سری درس‌های مربوط به مکانیکال اینستالیشن رو در خدمتون هستیم و همونجور که در جلسه پیش گفتیم، امروز در واقع می‌خوایم در مورد اینکه چگونه جریان مورد نیاز در داخل یک لوله رو محاسبه بکنیم و چگونه سایز لوله آبرسانی رو بتونیم بزنیم و چیزهای مورد نیاز رو در مورد سایز زدن امروز در موردش صحبت میکنیم. خب مبحث ما مبحث water supply هست. من همون شکلی رو که قبلا در واقع دیزاین کرده بودم رو مجدداً در واقع اینجا یک بار دیگه سعی میکنم همون شکل رو در واقع بکشم که بعد برسیم به این که ببینیم چگونه باید این رو سایز گذاریش کرد. خب در واقع یک در اینجا داشتیم برای کیچن، یک در اینجا داشتیم برای دستشویی، اینجا یه دونه وان گذاشته بودیم فکر میکنم، در واقع به این طرف گذاشته بودیم اگر که یادم بیاد، در واقع به این شکل گذاشته بودیم، یه دونه بیده اینجا گذاشته بودیم، یک دونه توالت فرنگی اینجا گذاشته بودیم، یه دونه دستشو اینجا گذاشته بودیم، یه دونه سینک دو لگنه اینجا گذاشته بودیم و یک دونه هم در واقع ماشین ظرفشویی یا ماشین لباسشویی، فرقی در واقع نمی کنه. خب اومدیم در واقع این رو کشیدیم که لوله آب یعنی گفتیم که در واقع لوله آب سرد این اینجاست، لوله آب سرد این در داخل دیوار هست، لوله آب سرد این اینجاست، یه لوله آب سرد برای فلش تانک داریم، یه لوله آب سرد برای شیر مخروط بیده، یه لوله آب سرد برای وان و یک لوله آب سرد برای دستشویی و لوله آب گرم هم یک دونه ما نیاز داریم برای سینک، برای ماشین ظرفشویی نیازی نداریم، یک لوله نیاز داریم برای شیر مخلوط توالت فرنگی، برای شیر مخلوط بیده، برای شیر مخلوط وان و برای شیر مخلوط دستشویی. خب توضیح هم دادیم که قطعاً شیر آب گرم بایستی در دست چپ قرار بگیره، شکلش هم اینجور کشیدیم که در واقع این رو آوردیم پایین، به این انشاب دادیم، به این انشاب دادیم، به اینم انشاب دادیم، به اینم انشاب دادیم، ادامهش رو اومدیم جلو، به این انشاب دادیم، به اینم انشاب دادیم، یک انشابم از این گرفتیم برای این. این آب گرم ما بود، آب سرد ما بود، آب گرم رو هم ورداشتیم آوردیم به این وصل کردیم و آوردیم پایین، این یه دونه، این دوتا، این ستا و در واقع خط و نقطهش رو مشخص میکنیم و بعد از اینجا هم خط و نقطه
اومدیم تا اینجا و گفتیم ما یک دونه لوله آب برگشت هم نیاز داریم که این آب برگشت خط 3 نقطه است. این رو ما میاریم تا انشعاب در واقع آخرین انشعاب ما میاریم اینجا تقسیمش میکنیم. خب این روشی بود که گفتیم چگونه دیزاین میکنیم. خب طبیعتاً نقطه گذاریامون رو انجام دادیم، لوله های اصلیمون رو کشیدیم، هر جا که لوله آب سرد میخواستیم به لوله اصلی وصل کردیم، هر جا که لوله آب گرم میخواستیم به لوله آب گرم وصل کردیم و لوله برگشت هم همونجوری که گفتیم نیاز هست برای اینکه آب گرم همیشه سیرکوله بشه و هیچ وقت در واقع داخل لوله سرد نشه. حالا ما اینجا یه لیستی از مصالح داریم، یعنی در واقع چه چیزهای اینجا ما داریم که باید در موردش صحبت کنیم. من اولیش رو می نویسم، ما یک واش بیسین داریم اینجا، یک بستاب داریم اینجا، یک بیده داریم اینجا، یه توالت داریم اینجا، یه دونه سینک آشپزخونه داریم اینجا، و یه دونه در واقع واشینگ ماشین داریم. این در واقع بود روشویی یا دستشویی، این بود وان حمام، این بود بیده، این بود توالت حالا غربی شرقیش میتونه باشه، هیچ فرقی در محاسباتش نداره، این که بود سینک آشپزخانه، این هم که هست ماشین، حالا میگیم لباسشویی. خب این لیست وسایلی بودش که ما اینجا در واقع داریم. همون جوری که در جلسه اول یا دوم در واقع در موردش صحبت کردم، معتبرترین کتابی که در